یکی از بهترین و مطمئن ترین راه های اطمینان از تاثیر یک داروی جدید آزمایش اون روی گونه های جانوری زنده است. ایده ها و نظریه های سیاسی و اجتماعی هم تا در بوته آزمایش ملت ها و جوامع امتحان نشن واقعا قضاوت دقیقی در مورد اونا نمیشه کرد. اکنون ما در زمانه زندگی می کنیم که تفکری به نام گلوبالیزم و جریان شکل دهنده اون که به جریان چپ در غرب مشهوره آزمایش خودش رو تا حدود زیادی گذرونده و نتیجه اون به طرز باور نکردنی بار بوده به وضوح میشه دید رفتارهای خائنانه جو بایدن نه تنها کمکی به جنبش چپ در آمریکا و غرب نمیکنه که قطعا باعث شکست چپگرایی در جهان و ظهور نیروهای قدرتمند ملی در جهان و به خصوص ایران خواهد شد. جریانی قدرتمند که پرچم پادشاهی در دست و تفکر ملیگرایی پیشرو را در سر داره. با من در این پادکست همراه باشید. درود بر شما. من سام ایران شهر هستم. امروز 22 شهریور ماه است و شما شنونده پادکست 66 ام هستید. در ابتدا باید تشکر بکنم از این همه لطف و توجهی که به کانال ما دارید و با لایک های خودتون و نظرها و کامنت های محبت آمیزتون ما رو در این راه حمایت و همراهی می کنید. همینطور اگر به تازگی به جمع بینندگان ما پیوستید با فالو و سابسکرایب و همینطور کلیک کردن روی دکمه زنگ در یوتیوب از آخرین برنامه های ما میتونید مطلع بشید همینطور عزیزان به یاد داشته باشید برای کسانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت و دیدن ویدئو مشکله میتونید با پیوستن به کانال تلگرام ما از فایل های صوتی تمام برنامه ها اونجا استفاده بکنید خب در این برنامه به این شکست فجیع چپگره ها در جهان تقریبا میشه گفت و اصولا شکست گلوبالیزم و جنبش چپ در جهان میپردازیم و تاثیرش روی ما یعنی مردم ایران و رفتارهای عجیب قریب اخیر جو بایدن که بسیارش نتایجی فجی خواهد داشت هم برای دموکرات ها در آمریکا و هم برای جمهوری اسلامی در ایران به این خواهیم پرداخت ببینید اخیرا رفتارهای عجیبی از دولت آمریکا شاهد بودیم که من الان به ابعاد و به رفتارهای منطقه‌ای و سیاست خارجی دولت بایدن میپردازم سیاست داخلیش اصولا به ما مربوط نیست یعنی من چون آمریکایی نیستم یا شما چون آمریکایی نیستید احتمالا ممکن است باشید ولی اصولا این حق رو ما نداریم که به سیاست های داخلی کشور دیگه دخالت بکنیم در مورد خودمون هم از این به بعد ما یعنی از مدت ها بوده ولی شعار ما این هستش که به کسی مربوط نیستش که ما چطوری رژیم اسلامی رو پایین میکشیم کشور ماست دوست داریم رژیم رو بیاریم پایین و خواهیم آورد پایین اگر هر کس خوشش نمیاد گور پدرش و به جاش یک رژیم ملیگرا پیشرو یعنی رژیمی که ملیگرای دنبال توسعه ایران و پیشرفت ایرانی ها و ایران است دقیقا کاری که سلسله پهلوی انجام میداد در ایران به دنبال این هستیم ببینید رفتارهای خارجی دولت بایدن اصولا از خروجش از افغانستان شروع شد زنجیره از رفتارهایی داره ادامه میده که به وضوح به شکست کلی این گلوبالیزم و جنبش چپ در جهان منجر خواهد شد و تا حدود زیادی الان شده یعنی همین الان شروع شده و کلا شکست خواهند خورد اینو در نهایت در ابتدا در مورد افغانستان خب بایدن خارج میشه هر چیزی که گفته دروغ عذاب در و الان بسیارش مشخص شده که میدونسته خودش دروغه مثلا در مورد خروج از افغانستان اومد گفت که افغانستان سقوط نمیکنه نه تنها بعد سقوط کرد یک شبه بلکه معلوم شد بایدن تا حدود زیادی میدونسته که سقوط هم خواهد کرد و به عمد 85 میلیارد دلار سلاح مجهز و پیشرفته رو گذاشته اونجا شما تصور کنید هیچ کشور دیگه به جز آمریکا حتی همپیمانانشون اگر داشته باشن تک و توک هلیکوپتر آپاچی دارن که یک ماشین آدم کشی هست یعنی اصلا یک چیز استراتژیک هستش الان طالبان 27 هلیکوپتر آپاچی داره یعنی چقدر مسخره از این داستان برای تروریست ها هلیکوپتر آپاچی گذاشته بعد و اومد گفتش که ما القاعده رو شکست دادیم و داعش هم که شکست دادیم و طالبان هم تغییر کرد و همه اینا از دم دروغ غذاب در اومد. یعنی القاعده الان خودش رهبر رسمی داره در دولت طالبان و در کشدار پنجشیر شرکت داشته و اونجا مردم رو با همکاری القاعده و طالبان و پاکستان زدن داغون کردند و یک حکومتی آوردن سر کار که یکی از عقب مانده ترین چیزهایی که الان در قرن بیستم خواهیم دید همین حکومت طالبان است اومد گفت فوش میکروفون که هیچ کس در فرودگاه کابل کشته نشده بعد یه دفعه 200 نفر کشته شدن بعد اومد گفت که آقا ما یکی از تروریستا که قرار بود بمب گذاره بکنه کشتیم بعد منم شد کسی که جناب آقای بایدن کشت در کابل اصلا تروریست نبوده اونجا هیچ مواد منفجری هم نبوده اون دبایی که اینا دیده بودن با ماهواره یا با پهپاد یا با هر چی دب آب بوده فقط یک خانواده رو کشتن که دو هم کودک بوده و از جمله یکی از کسایی هم که کشته شد در خانواده از همکارای آمریکاییا بوده که قرار بود اینو خارج بکنن ببینید هر چیزی که این مرد که میگه دروغ عذاب در الان در 20 سالگرد 11 سپتامبر به جای اینکه نتیجه این باشه که تروریسم جواب نمیده نتیجه این بوده که آمریکا به تروریستها کمک هم میکنه و اونایی که به آمریکا حمله کردن مجهزترین سلاح ها رو در اختیارشون میذاره با 85 میلیارد دلار ارزش و ترک میکنه اونجا رو یه کشور میذاره در اختیارشون خب این الان باعث چی شده در نقاط مختلفی در دنیا به خصوص در خاورمیانه حملات تروریستی افزایش پیدا کرده و بیشتر هم افزایش پیدا خواهد کرد و گروه های شیطانی و دولت ها و رژیم های یاقی و شیطانی مثل جمهوری اسلامی اینها موقعیت رو مقتنم خواهند شمرد و رفتارهاشون رو شدت خواهند بخشید الان مثلا در جریانید اسرائیل واقعا به این نقطه رسید که تحت هر شرایطی که هستش باید جلوی هستیشون رژیم رو بگیره که این از قضا به مردم ایران هم کمک میکنه و آقای نفتالی بن نخست وزیره جدید اسرائیل رفت با این مرتیکه پیرمرد صحبت کرد یه سری با هم خندیدن و یه سری صحبت ها کردن و که اونجا با یک سر پایین و به زحمت جو بایدن گفتش که اگر دیپلماسی به نتیجه برسه ما راه دیگه رو میریم و اما اومده چیکار کرده داره الان نقشه اسرائیل رو به هم میزنه به امن در حالی که الان عربستان زیر حمله موشکی این تروریست هاییه که رژیم از پول مردم ایران میدوزه و تزریق میکنه اونجا زیر حمله اینا قرار داره فرودگاه رو میزنن پالایشگاه رو میزنن جای نفتی رو میزنن همه جا به همه جا حمله میکنن اومده تمام این سیستم موشکی دفاع موشکی آمریکایی رو از عربستان جمع کرده برده خب چرا این کار انجام شده؟ ببینید به دو دلیل بایدن این کار رو انجام داده یکی اینکه نقشه اسرائیل رو به هم بزنه و نظر اسرائیل حمله بکنه چرا چون نقشه که اسرائیل داشت بخش مهمش مربوط به این بود که وقتی حمله بکنه رژیم پاسخ خواهد داد و یک دیوار دفاعی موشکی و راداری قرار بود جلوی حمله رژیم رو تا حدودی بگیره کدوم دیوار راداری بود همین دیواری که بخش مهمش در عربستان بود یعنی رژیم در وهله اول شروع میکنه به جنگ افروزی ای و قطعا به عربستان حمله خواهد کرد و این رادارها و این موشک ها قرار بود تا حدودی جلو این کار رو بگیره بایدن به عمد این رو جمع میکنه چرا اولا که خدشه ایجاد بکنه در نقشه اسرائیل و باعث میشه که اسرائیل نقشهش رو اجرا نکنه خب این باعث چی میشه باعث این میشه که رژیم هرچه بیشتر برای ساخت سلاح هسته ای مقتدرتر بشه و در این راه با سرعت هرچه بیشتری ادامه ده چرا چون هیچکس جلوش که نمیگیره چی؟ جلوی تمام بازدارنده ها رو هم دارن میگیرن یعنی دارن جمع میکنن همه بازدارنده ها رو برای چی باید الان متوقف بکنه کار خودش رو این کار بایدن رو الان خواهم پرداخت که تاثیراتش چقدر مخرب خواهد بود برای دموکرات های آمریکا برای آمریکا برای دنیا و کلا برای صلح جهانی اما یکی از کارهای کرده اینه یکی از مخربترین و احمقان ترین کارهایی که واقعا یک رئیس جمهور آمریکایی ممکن انجام بده بنابراین تا که میبینید یک زنجیری از کارها رو شروع کرده بایدن در نه ماه و جوری کمر خود چپگرایی رو شکنده این کارها که به نظر من این دولت بایدن ادامه نخواهد یافت بعد از سه سال یعنی دولت بعدی آمریکا هر دولتی که باشه چه دموکرات باشه چه جمهوری خواه باشه بایدن نخواهد بود و فقط هم دلیلش پایین بودن ریتینگ و محبوبیت و مقبولیت خود بایدن نیست بلکه یکی از دلایلش خود بایدنه که اصلا این آدم صفیحه یعنی اصلا معلوم کی رئیس جمهور در آمریکا الان میخوره به در دیوار اصلا این کارا نیست یعنی وجود واقعی نداره الان اصلا معلوم کی اونجا داره تصمیم میگیره و این یک خطر جهانی هست نه فقط برای آمریکا برای بلکه برای دنیا ببینید از طرف دیگه رفتارهای اروپایی ها بسیار به همین جنبش گلوبالیزم و چپ ضربه زده به خصوص در ایران مثلا حرف های توهی خائنانه مکرون مکرون میان مدام از حقوق زنان فمینیزم نسرین ستوده نمیدونم نرگس محمدی هارتپورت میکنه اما تا پای صحبت با رژیم باز میشه زنگ میزنه با قاتل تهران با جلاد تهران صحبت میکنه قربون صدقه این میره نمیدونم جوزف بورل نوکراشو میفرسته تهران برای سوین یاد کردن تمام این رفتارها به ضربه بزرگی از گلوبالیزم منجر میشه که اینها ادعا میکنن که دنیا باید یه دست بشه و تمام دنیا باید با ایده و اندیشه ای ما اداره بشه و ما صلاح جهان رو میدونیم خب تو این شرایط کی میخواد به شما اعتماد بکنه چه بایدن باشه چه اتحادیه اروپا باشه چه جوزف بورل باشه چه مکرون باشه کسی به شما اعتماد نخواهد کرد و این در وهله اول کمر خود گلوبالیزم رو شکسته و من الان برای شما توضیح خواهم داد که این چقدر به نفع خود ما خواهد بود به نفع مردم ایران به نفع منطقه خواهد بود و صد درصد کمک خواهد کرد به ایران و جنبش براندازی در ایران ببینید با رفتاری که آمریکا کرده در مورد عربستان دو اتفاق خواهد افتاد اول اینکه دولت نفتالی بنت الان داره حالیش میشه که چرا نتانیاهو زیاد به روی دموکرات حساب نمیکرد و نمیرفت نقشه بریزه بره با جو بایدن مثلا دیدار بکنه و تاییدی او رو بگیره چرا چون میدونست اول آخر جو بایدن خیانت میکنه به اسرائیل این اوله دوم اینکه با کاری که جو بایدن با عربستان کرده عربستان الان از آمریکا ناامید شده و ناچار برای تامین امنیت خودش سراغ کسای دیگه بره مثل کی ولادیمیر پوتین در دیدار بن سلمان و ولادیمیر پوتین همون زمان که اون زمان دونالد ترامپ روی کار بود ولادیمیر پوتین در این دیدار بازاریابی کرده بود که سیستم دفاعی اس شده ما واقعا میتونه نیازهای عربستان رو تامین بکنه و شما نیاز دارید این سیستم رو از ما بخرید بعد از چهار سال الان یک شبه دقیقا همون رفتاری که جو بایدن در افغانستان داشت یک شبه جمع کردن و فرار کردن همین رفتار رو با سیستم موشکی آمریکایی در عربستان کرده سیستم رو جمع کردن در رفتن در حالی که زیر حمله تروریست ها هستن عرب ها اینطوری شانه خالی کردن از مسئولیت و پشت عربستان رو خالی کردن این به شدت برای آمریکا گرون تمام میشه و برای غرب کلا ببینید اولا که عرب ها از این روی پای خودشون میستن و میرن سیستمی میخرن که خودشون کنترل داشته باشن که s 400 به نظر بسیاری از متخصصین نظامی حتی از سیستم پاتریوت آمریکایی بهترم هست و قطعا میتونم بگم که عربستان میره به این سمت و S400 رو خریداری خواهد کرد این اولا دوم که دیگه این اتحادی که آمریکا با عربستان داشت که هر وقت آمریکا اراده بکنه عربستان فلکه های نفت رو باز بکنه و تولید رو بالا نگه داره تا اینکه قیمت نفت بالا نیاد این به هم میخوره و عرب ها از این به بعد دیگه گوش به فرما آمریکا زیاد نخواهند بود و نسبت به منافع خودشون خودشون تصمیم میگیرن من بسیار احتمال میدم که قیمت نفت بالا بره به زودی بسیار بالا خواهد رفت و تعادل انرژی در جهان به هم خواهد خورد به خصوص در شرایطی که انقدر هارتوپورت از از طرف همین بایدن و چپ ها در آمریکا که ما باید برقی بشیم الکتریکی الکتریکی بشه نمیدونم قرارداد سبز جهانی و همه اینا اینا همه شکست خواهد خورد چرا چون الان دنیا وقتی با کمبود انرژی مواجه بشه در مورد نفت متوجه میشه که الان زمان هارتوپورت گلوبالیسم نیست الان باید با واقعیات روبرو شد و دولت های مثل بایدن در جهان فقط کمک میکنن به اینکه دولت های دیگه و ملت های دیگه به خودشون میان روی پای خودشون بیستن و این تفکرات رو بذارن کنار به خصوص خود چپ در آمریکا بسیاری از اینها که جمعیشون هم از ایرانی آمریکا یا خواهند بود به این نتیجه خواهند رسید با این رفتارها که باید از این دموکرات فاصله بگیرن بیان سمت پهلویزم از مردم ایران دفاع بکنن پشت پرچم پهلویز و شاهزاده رضا پهلوی بیستن و تا دیر نشده برای آینده خودشون و برای جایگاهی که نیاز دارن در آینده در ایران داشته باشن همین الان یه فکری بکنن اما رفتارهای احمقانه چه بایدن و چه اروپایی ها هنوز ادامه داره مثلا در یک رفتار بسیار مسخره و خندهدار یعنی این یکی از خندهدارترین چیزهایی بود که من دیده بودم این اواخر به جز کلا بایدن و در دیوار خوردنش و بستنی خوردنش و همه اینا این سفر رافال گروسی به تهران بود شورای حکام سازمان انرژی اتمی بین المللی در شرف این بود که یک اتحادیه قطعی بده در مورد اینکه رژیم اسلامی همکاری نمیکنه و میخواد سلاح هستی بسازه و بعد از اون به بعد یک زنجیره‌ای از رفتارهای حقوقی ایجاد بشه در شورای امنیت که نهایتا به برخورد نظامی با ایران میتونست منجر بشه ایشون بلند شد بودو بودو رفت تهران و بعد از چند ساعت صحبت ابراز کرد که ما با یک موفقیت دیپلماتیک دست پیدا کردیم و اون چیه رژیم اسلامی موافقت کرده که ما مموری کارت های قدیمی رو از تو دوربین های در بیاریم اون مموری کارت های قدیمی رو خود رژیم پلم بکنه و بسندی بکنه بذاره کنار در اختیار خودش و مموری کارت های جدید بذاریم سر کار <تصفيق> <تصفيق> چقدر اینا مسخرن... این موفقیت بزرگ ایناست ببینید در حالی که قدرت در اختیار افراد ضعیف خائن و درو قرار میگیره همه فقط آسیب خواهند دید وقتی یک سازمان های جهانی اینطور خائنانه و مسخره رفتار میکنن جا رو باز میکنن برای تمام دولت های یاقی برای اینکه برن به سمتی که نباید برن اصولا و اون ساخت سلاح هسته ای است من میخوام بدونم که این مهملاتی که رافال گروسی داره میگه اردوغان چه نگاهی به این میکنه آیا اردوغان الان فکر میکنه که مثلا الان نباید سلاح هسته بسازه چرا به خاطر اینکه ممکنه یه وقت غرب بیاد به دوربین های مدار ای که تو ترکیه هستش ایراد بگیره یعنی اصلا من نمیدونم اینا چه فکری میکنن فوق العاده این کارا زیانباره مسخره است یعنی من هیچ دلیلی نمیدونم که خامنه ای بخواد کمترین اخلالی ایجاد بکنه در برنامهش در برای ساخت سلاح هسته ای الان امروز بیش از هر زمان دیگه ای بنابر این کارهایی که الان اینا موفقیت به حساب میارن هیچ موفقیتی نیست فقط شکست نوعی تفکر در جهان است و اون که باید یک اردر جهانی باید یک فرمان جهانی باشه که همه ملت ها رو کنترل بکنه بیش از هر کسی الان مردم ایران گوشی دستشون اومده که ما اگر به هر قیمتی که شده رژیم رو از کار بندازیم هیچکس حق نداره کمترین ایرادی به ما بگیره و این درست است ما داریم به راه درست میریم الان مردم باید پیام های درست از این در دریافت بکنن و باید در جایگاه درست قرار بگیرن هارت بورت های حقوق بشری چرت پرت گفتن ها مدام اومدن پشت تریبون صحبت کردن که ما نگران حقوق بشر هستیم و به درک مگه نگرانی تو به چه درده یه کارگر ایرانی میخوره که به خاطر یک اعتراض میکشنش یا به خاطر حق طبیعی ما که تعیین نوع حکومت و سیاست حکومت ایران باشه ما باید کشته بشیم شکنجه بشیم زندان بشیم تعقیب بشیم آواره بشیم به درک گور پدرتون ببینید این رفتارها و این دروغ پرکنی ها فقط از طرف سیاسیون نیست رسانه های اروپایی مثل بی بی سی هم در رأس همه اینا هستن الان بی بی سی تبدیل شده به مالکش اعظم رژیم یعنی وقتی ظریف رفت الان بی بی سیه که مال میکشه الان اونایی که هارتوپورت علم و مثلا تفکر میکردن شدن سخنگوی جمهوری اسلامی در بی بی سی و همه مردم هم دستشون اومده همونطور که میبینید الان در لندن راهپیمایی تظاهرات داره میشه جلوی بی بی سی و این بیشتر و بیشتر خواهد شد اتفاقا اون ایرانی انگلیسی هایی که در انگلستان هستن و در آمریکا و در هر جای دنیا هستن اینو بدونید از الان به بعد قضاوت آغاز میشه شماهایی که برای ایران میستید برای مردم ایران مبارزه میکنید حضور دارید تصویر شما صدای شما کار شما کمک مالی شما هست برای شما حساب جداگانه ای باز خواهد شد ما نیاز به حمایت داریم ما نیاز به همکاری عزیزانی داریم که در اروپا و آمریکا و جای دیگه هستن و ما بین شما قضاوت خواهیم کرد و هیچ کار شما از نظرها دور نخواهد ماند اما تبعات رفتارهایی که داره میکنه جو بایدن و اروپایی ها چی هستش مردم کشورهای منطقه کلا از این ساختارهای جهانی روی گردان خواهند شد اتحادیه اروپا سازمان ملل متحد سازمان های حقوق بشری آژانس بین المللی انرژی اتمی که این بسیار برای دنیا مخرب هست اما اگر دارن میرن اینا به این راه دیگه تبعاتش هم باید بپذیرن یعنی وقتی یه دولتی میخواد بمب اتم بسازه شما دل خوش میکنی به مموری کارت دوربین ها دیگه نباید از اردوغان بخوایم ایراد بگیریم یا بخوایم از عربستان ایراد بگیریم اینا بمب بخوام میسازن وقتی رژیم انقدر راحت داره اینا میسازن خب دیگه جی تو جلو این رو بگیره از طرف دیگه اسرائیل که میخواد هر طوریه جلو این رو بگیره و اینا دنیا رو به لبه های خطرناکی میبره در مجموع اما این رفتارها این کارهای مخرب به کلی تو خالی بودن تفکر گلوبالیزم و چپ رو در جهان بیش از پیش روشن میکنه برای دنیا یعنی هر چند وقت یه بار چپا باید بیان یه گندی بزنن تا دنیا از اونها رو گردون بشه بیش از پیش یعنی مثلا یه زمانی جیمی, جیمی کارتر بود که چنین گندی زد الان نوکرش و حیوان دست آموزش جو بایدره و الان کاری که این انجام میده اینه که چپگرایی در جهان سقوط میکنه الان به خصوص در آمریکا ایرانی آمریکا یا باید به خودشون بیان افرادی که رأی میدادن به دموکرات ها در این شبکه ها و سیستم ها بودن این را بدونید اول آخر رژیم شکست خواهد خورد سقوط خواهد کرد و بالاترین و مستعدترین جریان فکری که روی کار خواهد اومد تفکر پهلویزم ملیگرای پیشروی شاهزاده رضا پهلوی هست این تفکر کلی است اینکه لول های سیاسی گروه های سیاسی گروه های برانداز چطور عمل خواهند کرد زیر های این و در س... لولهای های پایینتر هستند اما تفکر کلی اینه که بیشتری ها حتی جمهوری خواهان الان من میبینم بسیار میگن که آقا بر ما مهم نیست جمهوری خواه یا پادشاهی خواه طرفدار شاهزاده پهلوی باشیم اصل رفتن رژیم ببینید اصل این درست است و من استقبال میکنم که شما کمی بیشتر فکر کردیم و به این سمت اومدید درست است ما هممون باید پیرو شاهزاده رزا پهلوی باشیم اما خود شاهزاده پهلوی من باید به شما بگم تفکر خود ایشون هستش که ما نباید فکر به رژیم و سیستم آینده ای ایران رو به لحظه آخر و لحظه رأی دادن بذاریم چون همون اشتباهی که در جمهوری اسلامی افتاد نیافته و حتی بدتر از اون ببین الان گروه هایی هستن که به عنوان اپوزیسیون با پول همین عربستان و غیره اومدن روی کار که دارن نیروهایی رو میسازن و جریانهایی رو میسازن که بخوان در لحظه ای که همه چیز ریخته و خلا ایجاد شده خلا رو پر بکنن مثلا یکی از این گروه ها این رسانه ایندیپندنت فارسی هست و با, با به سردبیری خانم کاملیا انتخابی فرد ببینید این رسانه با پول عربستان سعودی ایجاد شده و از غذا شما دارید میبینید مدام پادکست ها صحبت ها و افرادی را از داخل ایران گزارش میکنه خود خانم کاملیا انتخابی فرد که روابط نزدیکی با عربستان دارن مثلا کی محمود احمدی نجاد همه میدونن در ایران یکی از کسایی که دست در دست عربستان داشت محمود احمدی نجاد بود یا کی خانواده رفسنجانی با اینا صحبت میکنه ببینید اینها سرمایه گذاری نمیکنن برای اینکه مثلا هیچی اتفاق نیفته وقتی که یک رژیم سقوط میکنه خلا به وجود میاد و اینها از قبل شبکه سازی کردن نیروهاشون رو دارن پول تزریق شده از عربستان یعنی خیلی کار رو کردن و اون لحظه که رأی قرار داده بشه میان به سمت جذب افکار رأی دادن رأی خریدن پول پخش کردن و خیلی چیزهای دیگه اصلا دست کم نگیرید این سیستم ها الان یعنی به وجود اومده و داره کار میکنه اینا به آینده ایران و پس از برنزی اینا دارن کار میکنن بنابراین شما نمیتونید نوع حکومت شکل حکومت راجبه هیچ کدوم از اینا بحث نکنیم که بذاریم ببینیم اول رژیم بره بعد ببینیم چی میشه نه اینطوری نیست شخص شاهزاده رضا پهلوی ایشون اعتقاد داره که ما باید روی این مسائل بحث بکنیم البته ایشون نگفت که مثلا ما جمهوری خواب باید باشیم یا مشروطی خواب باید باشیم به هیچ کدوم از اینا اشاره نکرده و فقط صحبت ایشون اینه که ما باید بحث بکنیم و تصمیم خودمون رو از الان بگیریم روی اینها باید کار بشه و این عین واقعیت هست ما پیشنهادمون پادشاهی پارلمانی به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی است تفکرات که ایشون برای پادشاهی داره تا زمانی بیرون خواهد اومد که مردم ایران حمایت خودشون رو از پادشاهی ایشون نشون بدن و شما خواهید دید نتیجه و برنامه که ایشون دارن برای مردم ایران چیزیه که بیشتر مردم ایران اون رو میپسنده حتی جمهوری خواه با این به نظر من بیشترشون مخالفت خاصی نخواهند داشت جدا از اینکه جمهوری خواه هم در آینده ایران حزب جایگاه سکو و نسبت به رعی که از مردم ایران جمع میکنن قدرت سیاسی خواهند داشت من شخصا به عنوان یک مشروطه خواه و طرفدار پادشاهی هیچ مخالفتی با این ندارم اما اینکه ما یک رهبری داریم که شاهزاده است و تنها در آینده ایران جایگاه ایشون میتونه یک پادشاه باشه یعنی شاهزاده شما نمیتونید رئیس جمهور جا بزنی خودتو بخوای گول بزنی ایشون هر چیزی هم در مورد حمایت خودشون از جمهوریت و جمهوری خواهان گفتن به خاطر حضور جمهور مردمه که من هم به این اعتقاد دارم اتفاقا اما یک شاهزاده میتونه پادشاه بشه بله ما در قرن 21 نمیتونیم بیایم پادشاهی اول قرن بیستمی بسازیم چرا چون یک قرن از اون زمان گذشته دنیا به کلی تغییر کرده نگاه ما به جهان و انسانیت به خیلی چیزا تغییر کرده بنابراین پادشاهی جدید هم پادشاهی متفاوت خواهد بود برای همین دوستان الان هرچه بیشتر ما باید خودمون رو جمع جور بکنیم همونطور که میبینید به کلی نوعی تفکر در جهان که چپ هستش و ما ایرانی ها ضربه بزرگی در سال 57 از اون خوردیم داره کمر خودش رو میشکنه این به خودی خود کمک خواهد کرد به اون آدمایی که امید به آمریکا داشتن امید به دموکرات ها داشتن خود ایرانی آمریکایی هایی که امید به دموکرات ها داشتن اینا همه باید خارج بشن ما باید شبکه بسازیم در ایران باید هسته برانداز و عملی بسازیم اینها نیاز به حمایت های سیاسی رسانه ای و پول داره حمایت مالی داره و این حمایت باید از طرف ایرانی ها و مردم ایران در خارج از کشور هستن تامین بشه الان امکانات اون هم وجود داره من صحبت هم نیستش که مثلا ما این کارو بکنیم نه ما کارمون رسانه‌ایه و خیلی چیزهای دیگه در مورد سیاست هم دخالت میکنیم و صحبت میکنیم و در جلو بردن این سیاست هم نهایت تلاش خودمون رو خواهیم کرد اما باید پول برسه به اون کسی که میخواد از صبح تا شب برای شبکه سازی برای براندازی تو ایران کار بکنه آدمها رو جمع بکنه بسیج بکنه شبکه سازی بکنه برنامه ریزی بکنه خیلی کارا بخواد بکنه این نیاز به پول داره چرا چون اینا نمیتونن برن هم کار بکنن هفت روز هفته رو برن کار بکنن و بعد بیان همه این کار رو انجام بدن یعنی این کار سیاست به خصوص در این شرایط براندازی شبکه سازی نمیدونم سازی و همه اینها نیاز به پول داره و الان امکاناتش بیش از هر زمان دیگری مهیاس با ایجاد تمام این رمز ارزهایی که هستن بیت کوین و چیزهای دیگه میشه پول رسون به مردم ایران برای انجام این کارها اما باید در ابتدا مشخص بشه به چه راهی و به چه فکری داره پول تزریق میشه به چی داره کمک میشه چرا چون شما اون وقت میدونید به یک فکر تروریست به یک فکر خراب به مخرب ضد ایرانی و به یک فکر ایران ستیز کمک نکردید اولین مرحله کار ما این استش که مردم رو قانع بکنیم مردم ایران باید بیرون بیان در اولین خیزششون که من به شما بگم نزدیک هست به خاطر اینکه رژیم الان تا این لحظه بجز شعارهای توخالی در دولت جدید به خصوص هیچ چیز دیگه نداده باید منتظر بی برقی بی گازی بی آبی در زمستان باشیم و مردم بیرون خواهند ریخت اول آخر مردم جوبار جون به لبشون میاد و بیرون میریزن اما این بار باید شعارهای مستقیم و پررنگ در حمایت از پهلویزم در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی از همه بهتر پادشاهی ایشون بدن اون وقتی که مرحله بعدی برنامه ریزی برای پادشاهی بیرون خواهد اومد از طرف شاهزاده احتمالا یا گروه های نزدیک به ایشون و اون وقت تکلیف ها بهتر روشن میشه اگر شما بخواید کمک بکنید پول برسونید حمایت رسانه‌ای سیاسی یا مالی بکنید تکلیفتون مشخص خواهد شد راه نجات مردم ایران شاهزاد رضا پهلویه ایشون تنها رهبریه که بدون شک مردم ایران میتونن اعتماد بکنن که تحت هیچ شرایطی به رژیم اسلامی هیچ وابستگی نداشته و نداره و نخواهد داشت سابقه خانوادگی ایشون تفکر شخصی ایشون و همه اینها تنها رهبریه و تفکری که میتونه ایران رو نجات بده در حال حاضر ما باید ایمانمون رو روی پهلویزم شاهزاده رضا پهلوی و تفکرات ایشون بذاریم تا اینکه بتونیم راه براندازی واقعی رو در ایران کلید بزنیم. متشکرم که شنونده این برنامه بودید تا برنامه بعدی بدرود.